ما بینندگان گرامی هستیم و میپردازیم به تحولات و اخبار در پهنه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و با نگاهی به این موضوعات از زوایای مختلف. برنامه‌های امروز: خامنه‌ای هشدار به جامعه جوان، دشمنی با افکار التقاطی در کمین، دولت جوان حزب‌اللهی، آیا نظام آماده هست و جراحی می‌شود؟ بررسی در گفتگویی با آقای عزیز پاک‌نژاد، عضو شورای ملی مقاومت ایران. روحانی از آرای مردم سخن می‌گوید، التزام به قانون اساسی و اینکه همه در نظام مشروط به رأی مردم هستند. چه شد که در نظام ولایت روحانی یک باره یاد آرای مردم می‌افته؟ بررسی در گفتگوی سیاسی، دولت و استکاک با مبانی نظام، از اعتراضات اجتماعی تا آشوب‌های خیابانی، ضد انقلاب و چالش‌های امنیتی نظام، طبقه فروده است و بستر انتقال ویروس، مرگ با کرونا یا با گرسنگی، در بررسی روزنامه‌های 31 اردیبهشت حکومتی. خمینی گفت اقتصاد مال خر است. خامنه‌ای اما با ژست توصیه اقتصادی میگوید و گله ولی فقیه از عده‌ای که دائم در کشور میگویند نمیشود و نمیتوانیم. حرف خامنه‌ای به مناسبت روز کارگر زیر ذره‌بین نگاه متفاوت. دستگیری فلیسطین بوگا و رضایت جامعه جهانی. چین، هنگ کنگ، آمریکا هشدار می‌دهد. افغانستان، پایان جدال چند ماهه تقسیم قدرت. و موشک دراگون دموی 2، فضانوردان و مراحل 13 گانه کار در بخش رسانه‌های جهان. تیک تاک و آخرین تحولات. خامنه‌ای روز 28 اردیبهشت به اسم دیدار با دانشجوهای بسیجی در صحنه ظاهر شد و حرفایی رو زد که بازتاب وضعیت نظام بود. برخلاف قبل این بار او پرده‌هان رو هم کنار زد و بدون پرده پوشی از خطر دشمن نظام، وضعیت نیروهای رژیم و خطری جدی که از طرف جامعه رژیم رو تهدید می‌کنه صحبت کرد. طی 2 روز گذشته همراه با کارشناسان برنامه تیک تاک به این موضوع پرداختیم، اما با توجه به اینکه بسیاری از صاحب نظران حرفای 28 اردیبهشت خامنه ای رو سرفصلی عنوان کردن، از آقای عزیز پاک‌نژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران هم خواستیم که امروز همراه ما باشن تا بیشتر این موضوع رو زیر ذره بین قرار بدیم. آقای پاک‌نژاد، اول می‌خواستم سلام کنم خدمت شما و سوالم این استش که به نظر شما مهمترین محورهای صحبت‌های خامنه‌ای چی بود؟ منم سلام خدمت شما دارم و بینندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنن. ببینید، یه تعدادی دانشجوی بسیجی رو تحت عنوان بعضیشون عدالت‌خواه یا فلان اینا رو جمع کرده بود که بشینن زیر منبرش حرفا و گفتاری رو که داره خامنه اینا رو تایید بکنن، اگه سوالاتی هم بکنن جوابایی رو که خامنه ای میده بپذیرن و همونا رو تکرار بکنن. این کاری که همیشه میکرده الان هم همین کرد. اهمیت موضوع در این چیزا نیست، اهمیت موضوع در اینه که تو این سخنرانی مسیر آینده نظامش رو مشخص میکرد، خطاب به کسانی که تحت تاثیر این شرایط کرونایی جامعه و این وضعیت سیاسی در برهمی که داره صحبت از این میکنن که
یه گشایش سیاسی باید کرد، که اینجا نشون داد که، یعنی به اونا گفت که هیچ گونه گشایش سیاسی در کار نیست و به نوعی اونا رو بور کرد. یه چیزایی گفت که تاکید بود به طور که شما گفتید در سوالتون، تاکید کرده بود روی دولت حزب اللهی برای آینده، که البته دولت حزب اللهی هم از قبل نمونش همون دولت احمدی نژاده که قبلا همین اسم هم بهش داده بود، یه چیزی شبیه اون میخواد درست بکنه بیاره در مقابل تلاش های روحانی و باندش که همطور که عرض کردم دنبال گشایش سیاسی هستن تا به نفع خودشون تموم کنن، که اینم نشون داد که چنین قصدی رو نداره. دیگه عرضم به حضورتون از فشارهای همه جانبه ای گفت که برای تسلیم شدن بهشون وارد شده، که البته معلوم نکرد بالاخره این فشارهایی که میگه برای تسلیم این چه نوع تسلیمیه، آیا سرنگونیه، آیا استعفاست، آیا تن دادن به خواسته های جهانیه، چون اینا همشون در نهایت یک مفهوم داره، یعنی سقوط نظام، از اینا رو هم مشخص نکرد. ولی چیزی که مشخص بود اینی که هدفش از این حرفا یک پایه کردن اون باند در قدرت خودشه تا ببینه آینده چه چیزی رو براش رقم میزنه. همینطور تو صحبتاش برای توجیه البته وضعیت خراب رژیم صحبت از 42 سال کرد که سر کارن و این 42 سال کمه برای اینکه مسائل رو حل بکنن، که اینا مثلا معلوم نیست چیه، 42 سال سر کار بودن و نتونستن اوضاع رو سرسامون بدن، حالا این مدت کمیه، لابد 42 سال دیگه هم باید صبر کرد. بعد از چیزهای مهمی که گفت روی این آتش به اختیار بودن این دانشجوهای بسیجی و کلن طرفداراش تاکید کرد، در زمینه حل مسائل تاکید کرد که با کسانی که با نظام مخالفند اینها قبول ندارن، اینا مماشات نکنن و با قوت به اونا برخورد بکنن، که معنیش هم باز روشنه. نه، از اون ور از ساختار نظام دفاع کرد، تقصیر کمبودار رو کارگزاران گذاشت، که اینم برای پنهان کردن ناکارآمدی نظامشه و فسادی که به طور ساختاری، یعنی فساد ساختاری نظام. از نظام ریاستی در مقابل نظام پارلمانی که چند بار قبلا گفته بود و بعد نظرش رو عوض کرده بود دفاع کرد، که این معلوم میکنه وقتی صحبت اینی میکنه معلوم میکنه که این دولت حزب اللهی رو میخواد از طریق همون نظامی که هست، نظام ریاستی، یعنی رأی‌گیری مستقیم از طرفداراش بیاره سر کار و الان نمیتونه دست بزنه به ساختار نظام. از خصوصی سازی دفاع کرد، گفت که این نیاز مبرم اقتصادی، چون یه سری از دانشجوها ازش سوال کرده بودن که این خصوصی سازی عدالت رو زیر پا میذاره، اینم گفت نه 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 و این اساس برای ما و از خصوصی سازی دفاع، چیزی که الان در کار دولت روحانی هم مرتب روش کار میکنه. یه بار دیگه از زیر برجام شانه خالی کرد، گفت که من ازش پرسیدن که تو خود اینو تصویب کردی، گفت نه که من نامه نوشتم شرط گذاشتم ولی اجرا نکرده بودن. بعدم یه سری توصیه کرد که از همون طرق سابق برید پشت کار. یه نکته رو هم تاکید کرد که تحت عنوان حزب سازی زد تو سر اون کسایی که صحبت میکنن در درون رژیم که باید حزب درست کرد که کارا خوب پیش بره و این حرفا. این اواخر یه سری صحبت ها بود، یکیشون گفته بود که باید 3 تا حزب بزرگ درست کرد، که اینجا اومد گفت که موافق نیست و به شکل تحقیرآمیزی با اونا برخورد کرد و اینا اون چیزایی هم، این روش هایی هم که پیشنهاد کرد که چیزایی بودن که در سالهای گذشته هیچ وقت به دردش نخوردن. یک گذری هم زد به اول انقلاب در مورد شروع مبارزه مسلحانه و اونو به شدت تخته کرد. بله، منظور خامنه ای از جوانانی که اوائل انقلاب بر روی هممیهنان خودشان اونطور که اون گفت اسلحه کشیدند، منظور چیه و چرا این حرف رو اونجا زد؟ ببینید در این مورد خاص هم هدف و هم خطاب مشخصه. این بابا به شدت از روی آوردن جوانان به کانونهای شورشی عصبانی و بیچار است، هر کاری میکنه که این امر رو متوقف بکنه. هدف اصلیش هم از جمع کردن یه مشت به اصطلاح دانشجو هم همینه که مانع این کار بشه، اونم تو محیط‌های دانشجویی. یعنی تلاش‌هایی رو که اینا میکنن برای شناسایی، برای معرفی همین جوانانی که به مقاومت پیوندن یا به کانونهای شورشی، این رو یکی از وظایف اونا دونست. مثلا همین در همین مورد همین دو تا دانشجوی نخبه‌ای که دستگیر کرده و علنا اونا رو متهم کرد به اینکه
به فعالیت‌های مسلحانه پرداختن و طرفداری از سازمان مجاهدین خلق، که این خودش فلاکت خامنه‌ای رو نشون میده. میگه اینا اول انقلاب روی مردم، همونطور که در سوالتون بود، روی مردم اسلحه‌ای کشیدن. خب این کار و این حرف رو زمانی میزنه که خودش مردم همین آبان، قیام آبان، مردم خودشون دیدن و چشیدن که با دستور کشتاری که این داد 1500 نفر از مردم رو به خاک خون کشیده، که تا حالا دعواشون هم هست، نه آمار میدن نه میگن کی بوده. وقت میاد همینجوری با وقاحت این حرفا رو میزنه. پس بنابراین اون چیزی که منظورشه به طور مشخص مجاهدین و مقاومت ایرانه، این نظرشه. هر کاری میکنه تا اونا رو ایزوله بکنه، از میدون خارج بکنه، که دیدیم در این کار هم موفق نیست. تلاشایی رو هم که الان داریم میبینیم در حال حاضر، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، دیدیم دیگه فعال کرده یه مش برید مزدور رو که میان مرتب سمپاشی میکنن به علی مجاهدین. تا جایی که من خودم شخصا خبر دارم، در داخل تلویزیون و مطبوعاتشون مرتب به این برید مزدوران که خیلی هم شناخته شدن و معلومه که در دستگاه وزارت اطلاعات کار میکنن، اینا رو اکرام میدن که بیان مرتب در اونجا این صحبت‌ها رو بکنن، بر علی مجاهدین همونطور که عرض کردم سمپاشی بکنن. تو خارج هم به همین صورت با یه خط مشخص عمل میکنن، بریدهای رنگارنگ و جور با جور رو از چهار گوشه، نمیدونم چه جوری میشه، واقعا معلوم نیست چه جوریه. در یک همچون موقعیتی که رژیم رو این فعاله، یه دفعه همه اینو جمع میشن با هم دیگه امضا میدن و بیانیه های طولانی میدن و این حرفا، و این فعالیت های رژیم هم چند مدار افزایش داده. پس بنابراین نتیجه اگه بخوام بگیرم در مورد این چرایی این کار، که چرا این کارا رو میکنه، اینو باید در همون وضعیت درب و داغون نظام در کلیتش دید. و این چیزیه که به نظر من تا اونجا که من دیدم ناظران سیاسی رو، اونایی که مطلع هستن، به این نتیجه رسانده که هدف خامنه‌ای از این تلاش ها روحیه دادن به باند خودشه و باندایی که در درون نظامش هستن، چون بسیار ناامید و ترسان هستن از سرنوشت دردناکی که در انتظارشونه در آینده، و اینو نظاره میکنن. و این حرفای خامنه‌ای هم که اینجوری میاد وسط و حرف میزنه، چاره کار اونا نیست، چاره درد اونها نیست، و اونا رو بیشتر تازه ناامید و سرخورده میکنه. بله. خیلی خیلی متشکرم از توضیحات شما. گفتگو داشتیم با آقای عزیز پاکنژاد، عضو شورای ملی مقاومت ایران. با آرزوی موفقیت براتون ازتون خداحافظی میکنم. خب دوستان، در این قسمت همراه بشیم با مسعود پیرنیا برای بررسی روزنامه های 31 اردیبهشت ماه حکومتی. مسعود سلام میکنم به شما و گوش میدیم به گزارش امروزت. در واقع علاوه بر قیام آبان و دی گذشته، هشدارها نسبت به سرنگونی رو به آینده و پیامد کرونا هم دغدغه و نگرانی اصلی اغلب روزنامه های باندهای حاکمه، که برای حفظ روحیه ریزشی های نظام تلاش کردن سریع‌تر از این تهدید نگن. اما در هر صورت اصل حرف رو زدن. مثلا روزنامه حکومتی اقتصاد سرآمد به نقل از قاسم میرزایی نکو عضو مجلس ارتجاع نوشته، طبقه فروده است بستر اصلی انتقال ویروس و ناقلان سیاری هستند که در همه جا حضور خواهند داشت، چون اگر روزانه کار نکنند از گرسنگی تلف می‌شوند و تفکیک و قرنطینه برای آنها بی‌معنی است و مرگ ناشی از کرونا یا مرگ به دلیل گرسنگی برای آنها تفاوتی ندارد. در ادامه هم نتیجه گرفته که بی‌توجهی به قشر فرودست و آسیب دیده اثرات مخربی را ایجاد خواهد کرد. روزنامه شرق هم با طرح سوالی توی یکی از مطالبش اینطوری گفته که آیا با شیوه های حکمرانی گذشته میتوان به نیازهای اساسی مردم ایران در شرایط پسا کرونا پاسخ داد؟ در ادامه هم با اشاره به فضای انفجاری جامعه بعد از قیام های سال 96 و آبان 98 اینطور نوشته: در این شرایط همه به دنبال تغییر هستند. بله، یک نکته، روزنامه حکومتی بیشتر مطالبشون رو به ادعاهای حکومتی اختصاص دادن. این ادعاها بیشتر در چه رابطه‌ای هستش؟
دود و دم توی روزنامه حکومتی از شکست آمریکا تا رونق بازارهای بورس و سرمایه و حل و فصل وضعیت آموزش و پرورش و تا مهار کرونا رو رونق اقتصادی همه رقم هستش و همه ادعایی کرده، اما کنار اون دعوای باندی سر کرسی مجلس و جمعیت 6 میلیونی بیکار شده با خط فقر 9 میلیون تومانی باعث شده که خودشون زیرا به این ادعا رو بزنن. برای نمونه به روزنامه سیاست روز از باند خامنه‌ای نگاه میکنیم که توی مطلب طنزش نوشته: یک مقام مسئول: خوشبختانه ثمرات توسعه دولت الکترونیک را در آموزش فراگیر مجازی در آموزش و پرورش و دانشگاه های کشور مشاهده میکنیم. منظور از ثمرات کدام گزینه زیر است؟ الف: آیلند بودن تمام آموزگاران در کشور. ب: سبقت سرعت اینترنت مناطق محروم از شتاب لاک پشت های جزایر مولداوی. جیم: فروش بی سابقه گوشی های هوشمند دسته چهارم به والدین بیچاره. دال: هر سه گزینه صحیح است. یه جمله دیگه. رئیس کل بانک مرکزی: در روزهای آتی پیشبینی‌های بانک مرکزی از تورم یک سال آتی و تورم هدف اعلام خواهد شد. منظور از روزهای آتی در انشای فوق کدام یک از گزینه‌های زیر است؟ الف: وقتی تورم 7 رقمی شد. ب: وقتی تومان 1 رقمی شد. جیم: وقتی دلار 17 تومانی شد. دال: هر کدام از گزینه‌ها را انتخاب کنید صحیح است. بله، خیلی ممنون از همراهی شما.